من صباح خالقی هستم، متولد بغداد هستیم، منتها اصلا ما اهل تبریز اسکویی هستیم، مال اسکو. پدرم تو بغداد استاد تعمیرات گراموفون میکرد، از این گراموفون ها. بعد منم اون موقع خب بچه بودم، همیشه با پدرم بودم. بعد موقعی که اینا رو تعمیر میکرد میدیدم که این چرخدنده ها و اینا، چون مکانیک بود اون موقع، الکترونیک نبود، تمام اینا کوک میکردن و از لحاظ مکانیک همش. فمن لذت میبردم همیشه باهاش. دیگه بابام هم پا به سن گذاشت، دیگه من کمکش میکردم، دیگه یاد گرفتم اینا. اما از بچگی عاشق اسباب بازی بودم. خب موقع محرومیت زیاد بود، از لحاظ مالی مردم نمیخریدن اسباب بازی برای بچه هاشون. دیگه من مثلا یه وقت جلو اسباب بازی با بابام رد میشدم، گریه میکردم، دوست داشتم اسباب بازی. بابا میگه بابا فکر نون باش، روزگار اینجوری نیست، ما نمیتونیم الان از این چیزا بخریم. ۱۳۵۰ بود که ما جز اخراجی ها بودیم، چون پدرم عربی درست صحبت نمی کرد. بعد تو بازارچه منطقه که بودیم میشناختنش که ایشون ایرانیه، اهل تبریز. بله، بعد که یه خود روابط بین این دو کشور به هم خورد، دیگه ما اومدیم. خلاصه همه چی رو از ما گرفتن، ما لخت و من و پدرم، هم مغازه خونه همه اونجا موند. این بسیار قدیمیه، این حالا اگه شد روشن کنم برات ببین کارش چجوریه. این یه مشروب خوره، ببین عجب اینا. با یه نفر آشنا شدم، گفت اسباب بازی بلدی؟ گفتم بله، من بچه بودم اسباب بازی تعمیر میکردم. بعد گفت که مغازه از من، کار از شما، موافق هستی؟ گفتم خب چه خوب. که مشغول کار شدیم تقریبا یک دو سال باهاش بودم، دیگه یه خورده از لحاظ درآمد و اینا توافق نکردیم. خلاصه من که اومدم بیرون، ایشون هم دیگه نتونست مغازه رو کلن جمع کرد. حالا داره تکونش میده شیشه رو. سرفه میکنه. بعد یه آقای ارمنی که خیلی واقعا به من کمک کرد، خیلی، من همیشه ممنون مدیونش هستم، که یه جا به من داد مغازه، هم اسباب خودش تو کار پخش اسباب بازی،
می خرید می فروخت اسباب بازی. هر چی خراب بود من براش درست می کردم. اینا هم چیزای قدیمیه. اون تا مال حدود 50 49 50 اینا. من کم کم درآمدم گفت حاضری مغازه رو بخری؟ خلاصه به یه قیمت خیلی مناسب به من داد. دیگه من اونجا که گرفتم کم کم دیگه الحمدلله از لحاظ درآمد دیگه همش درآمدم خوب شد، بالا رفت، یه مغازه دیگه خریدم. سالهای سال که من کار میکردم پسرام کم کم با من یاد گرفتن اونا هم. من چون از قدیم داشتم تا 90% من انجام میدم براشون. خب از اسبابازی که از قدیم داشتم، چون من هی میخریدم شکسته ها رو، اسبابازی هایی که قابل تعمیر نیست، اینا رو همه رو تهیه میکردم برای وسائلش. خانومم هم الحمدلله خیلی من واقعا مدیونش هستم، خیلی به من کمک میکنه برای دخت عروسک ها، لباس تهیه میکنه، یعنی خلاصه در مورد عروسک ها خیلی به من کمک میکنه. ببینید اینجا باید دوخته بشه، اینجا رو هم باید هم چسبون بشه. آها. چی میسید؟ تو الان فهمیدم.